بسم الله الرحمن الرحیم زندگی نامه ما برای طبیعی من معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه پنجاه و هفت بیست و چهار من و خدای من دعوتم کنید تا بیایم ادعونی استجب لکم قرآن کریم یا واحد و یا وحید یا سمد و یا سرمد یا خالق و یا مبده یا محی و یا رزاق یا يا حافظ و یا راشد یا يا رافع و یا کامل یا انیس و یا مونس یا يا رعوف و یا لطیف یا رفیق و یا شفیق یا علی و یا ولی یا سلطان و یا نصیر یا مولای و یا نعیم یا مقیم یا شفیع و یا شافی یا رازی و یا مرزا یا نور و یا حق یا صبوه و یا قدوس یا مالک و یا صاحب و یا رب و یا الله یا معبود و یا محبوب و یا مقصود یا حبیب و یا طبیب یا کافی یا وافی یا اعرف و یا من هو الله یا موجود و یا مطلق و یا احد زندگی نامی ما برای طبیعی من نمیتواند بیانگر حق ادعایش باشد الا اینکه ذات و حضور این ما برای طبیعت را از آغاز زندگی تا کنون نشان دهم تا طبیعت و ماورای طبیعت من منطبق گردد تا خلع و فواصل منطقی بین وقایع و مراحل زندگیام نیز در این کتاب جبران شود و وحدت وقایع به لحاظ معرفتی رخ نماید نشان داده هم که از شجری علیین هستم و نیز اینکه همه میوه های این شجره در طول تاریخ در مسیر اصلیت خود زندگی نکردند و درست به همین دلیل این شجره در طول تاریخ در بسیاری مراحل هیچ نشانی انسانی بر روی زمین ندارد و در غیبت و یا حالت فطرت به سر میبرد. این شجره به لحاظ بشری و زاد و بلد و استمرار در نژاد نیز دارای یک معنا و ماهیت ما برای طبیعی است و همیشه هم پیرو به قانون نژاد و ژنتیک نبوده است و درست برخلاف شجره نبوت درست به همین دلیل حتی این مسئله در خاندان علی علیه السلام و فرزندانش دچار سیری منطقی نبوده است مثلا اینکه همه فرزندان امامان ما از الیین نبودند یعنی دارای مقام امامت نشدند و حتی فرزند اول هم همواره در این قاعده جای نداشته است و گاه دو فرزند از یک امام دارای امامت بودند مثل حسن و حسین و مثل امام حسن علیه السلام که قادر به استمرار امامت از نسل خودش نبوده و امامت در وجود او ختم شد و سپس در فرزندان حسین علیه السلام استمرار یافت و یا یعنی اینکه امامت از اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام به ناگاه برخاست و منقطع گردید و در برادر کوچکش که از مادری دیگر بود ادامه یافت یعنی در امام موسی علیه السلام و یا اینکه امامت فرزند امام یازدهم دچار غیبت گردید و دیگر این امامت از فرزندان امام دوازده ادامه نیافت و در خود ایشان باقی ماند و واقعه حیرت غیبت کبرا رخ نمود که زمینه فتنه های عظیمی در تاریخ تشیع گردید همانطور که در سایر آثارم نشان داده ام، امامت به معنای درک حضور خدا در خیشتن و ظهور او از خیشتن است در درجات متفاوت. بلیزا امری فراتر از وسایت و شجری نجادی است. همانطور که در قرآن کریم می خانین که خداوند به مؤمنین دعایی را تلقین می کند که بگویید خدایا ما را از امامان پرهیزکاران قرار ده. از هر مؤمنی استعداد بالقوه امامت را داراست و این امر اکتسابی و اختیاری است و نه صرفا انتصابی و حاصل نس اگر اختیار آدمی نباشد هیچ ارزشی در جهان خلقت وجود ندارد حتی امامت بدین گونه می هویت عرفانی و رسالت علوی خود را امری حاصل اختیار و انتخاب و جهاد اکبر و معرفت نفس معرفی کنم و نه امری حاصل براست و بسایت همانطور که این امر در پدران من بروز و ظهوری بسیار خفیف و آمیانه داشت و هرگز هویتی عارفانه پیدا نکرد زیرا امامت عرفانی حاصل به خود آیی عرفانی است فرق زید و برادرش امام محمد باقر و یا فرق بین اسماعیل و برادرش امام موسای کازم از همین بابت و بدین معناست. این فرق البته در سلسله مراتب علم درجات و تجلی بین نبی و ولی در طول تاریخ در جریان بوده است. ولذا فقط انگشت شماری از انبیای بزرگ به مقام امامت رسیدند که همان نبوت باطنی ارفانی است یعنی رسیدن به وجود خدا در خیشتن و در عرصه آخر و زمان که دوره ختم نبوت است دین و ایمان و حق پرستی جز از طریق ولایت ارفانی ممکن نیست و لذا همه مؤمنان حقیقی عارفانند در درجات تجلی و این حاصل انتخاب بین خدا و خود است یعنی این که تو بخواهی که خودت باشی و یا خدا باشد همه ارزش های انسانی و کل حق دین و میزان انسانیت و راز خلقت انسان در همین انتخاب است ولذا امامت و اسمت را مقامی ذاتی و جبری و اجتناب ناپذیر دانستن و یا حاصل وسایت و وراثت و شجر دانستن به معنای اشد کفر است و اصلا کفری جز بر اصالت جبر پدید نیامده است یعنی آن اندیشه‌ای که امامان و پیامبران و عارفان را مجبور و محدود به چنین موجودیتی میداند به طرزی ابلیسی حق آنان را نفی می کند و متاسفانه چنین طرز فکری بر بخش عمده ای از علمای جهان اسلام و تشیع حاکم است که زمینه نفاق تاریخی بوده است این نوع فکر در حقیقت می گوید که ادهی ذاتا معصوم و امام و نبی و عارف خلق شدند و ما بقی هم جبران بر کفر آفریده شده و این یک جبر است و به قول پیام بر اسلام اهل جبر اهل دوزخ است هیچ کس مجبور نیست که مؤمن یا کافر باشد و این راز لا اکراحف دین است که مرز بین هدایت و زلالت است من در جای جای آثارم هموار خدا را خود آنا می و این یک تفنن شاعرانه نیست بلکه معتقدم که خدای حقیقی در هر انسان مؤمنی همان خدایی اوست که خود او را زیر نظر قرار دارد و خود هم این آی وجود را تبعیت و تصدیق می کند و تسلیم اراده اوست یعنی انسان مؤمن انسانی که دارای خدا در خیشتن است یک انسان خود آگاه است و دارای چشمی شاهد در خیشتن است این معنا در قرآن هم به کرات آمده است که مثلا خداوند با مؤمنان است خداوند با صابران است خداوند با صادقان است اینان انسانهایی دارای صاحب و خالق هستند و تحت ربوبیت و خلقت او قرار دارند. دعای سراغاز این مقاله بیانگر رابطه خود با خدای خود در خود است. و هر که از این نگاه و رب خود تبعیت نکند و شاکرش نباشد بدون شک پس از پایان مهلت به ناگاه این نگاه و حضور را از دست می دهد و کور و تاریک و بی صاحب و گم می شود و این همان معنای اختیار و انتخاب است انسان خود آی یا خودی این آ با هر کودکی از بد به تولد حضور دارد و تا سن عقل و بلوغ رب و حافظ اوست و زان پس منوط به انتخاب فرد است که او را با خود بخواهد یا نخواهد این است که یاد دوران کودکی و نوجوانی برای انسان همچون یاد بهشت ازلی است و این دوران برای کسانی که او را در خود نخواسته و گم شده اند به مانند بهشت از دست رفته است حجتی برتر از این برای اثبات این ادعا که بیان عدل خدا با بندگانش می باشد ممکن نیست این است که این دوران در هر بشری دوران صدق و صفا و وفا و پاکی و ایمان فطری است اگر چون این انتخابی نباشد در انسان هیچ ارزشی نیست و حد اکثر یک فرشته است ذاتن و یا یک دیو است ذاتن هیچ کدام از دیگری بهتر یا بدتر نیست اگر این انتخاب نباشد اصل معاد بیهوده و بلکه ظالمانه است و بلکه کل دین دروغ و بلکه ستم محسوب می شود میدانیم که جدیترین سوالات درباره وجود خالق از زبان کودکان و در ذهن نوجوانان رخ میدهد سوالاتی که عارفان پیر و کامل در نیمه دوم عمرشان یک بار دیگر به یاد میآورند و این است که عارف و کودک دارای هویتی بسیار شبیه همدیگرند روزی پسر پنج ساله ای از مادرش پرسید که مامان چرا آب در جوی راه می رود؟ و آنقدر بر سوالش اصرار برزیده بود تا از دست مادرش کتک خورده بود که شکایت به نزد من آورد که ده برابرش سن داشتم و عمری به این نوع سوالات اندیشیده بودم و هیچ پاسخی نیافته بودم الا این که بگویم چون خدا چنین میخواهد و این دلیل وجود خداست زیرا هرگز توضیح چسبندگی و جاذبه ملکولی مرا قانع نکرده است زیرا خداشناسی مانعی جز توضیح چونی و چگونگی ندارد که موسوم به توضیح علمی است خداشناسی از بطن چرایی و چیستی رخ می نماید و در هستی به پاسخ می رسد. هستم آنکه هستم خدا هست زیرا هست و به همین آسانی می تواند اصلا نباشد این همان سهولت و اختیار مطلق انتخاب انسان است درباره بود و نبود خدا در خیش خدا در خارج از وجود خیش تن خیش اجتناب ناپذیر است و هرچه که دورتر باشد قابل اثبات تر می آید مخصوصاً در پشت بام آسمان ولی این خدای ایمان نیست زیرا آدمی هرچرا که کمتر فهم کند به خدا نسبت می دهد و این خدای جهل انسان است یعنی کفر. ولی از آنجا که انسان خود را می شناسد و یا می پندارد که می شناسد، میلی ندارد آن را به خدا نسبت دهد و لذا خدا را از وجود خود می راند و انکار و نفی می کند و خدا هم به همین آسانی می رود و از او دور می شود. آنقدر دور که نابوده می گردد و مردمان عموما پرستنده خدای نادیده و نابوده اند یعنی خدای آسمانی خداوند به انسان این اختیار را داده است که او را بخواهد و در خود بخواند یا نخواهد و نخواند و از این بابت هیچ جبر و عذابی نیست و رزق کافران را هم می دهد منتها به دست مخلوقاتش و نه به دست خودش و مخلصان در دین کسانی هستند که از دست رب خود رزق میخورند. قرآن و اراده و عمل آنهاست از خداست زیرا خدا را بر خود گزیده و او را جانشین خود کردند. و لذا خداوند آنها را بر خود گزیده و جانشین خودش نموده است. یاری دهید ده مرا تا یاری دهم ده شما را. من این درس ها و آیات را در زندگیم دیده و خوانده و سپس به تدریج در قرآن باز یافته و گفتم صدق الله العلی و العظیم من خداوند را در مرحله اول شاهد و ناظر بر خود درست بالای سر خود و در سر خود یافتم و سپس به تدریج او را در دل و جان و تن و اراده و عذاب و جواره و نفس کشیدن و جریان خون و لحظه به لحظه زندگیم یافتم و او را مقیم در خود دیدم و خود را شاهد بر او در خیشتن و هو شاهد و مشهود کل تاریخ هستی چیزی جز زمان نزول خداوند از آسمان به زمین و از آنجا در وجود انسان نبوده است و این سیر خروج و ظهور او از ذات عدم به عرصه وجود مادی است از نور مطلق تا تن خاکی بشر آن هم به دعوت بشر و نه به زور ادعونی استجب لكم در معنای صریح و تحت اللفظی عبارت است از دعوت کنید مرا تا اجابت کنم دعوت شما را خداوند صفاتش را در کائنات متجلی کرده و به غیر انسان بخشیده بود و اینک در انتظار است که چه کسی از ذاتش در وجود خود دعوت به عمل آورد و او را میهمان خود سازد. میهمانی که البته میزبان است در حقیقت و او به خانه وجود کسی میرود که آن خانه مطلقا پاک و منزه از غیر او باشد. یعنی هیچ اثری از جهان و جهانیان در آن خانه نباشد و این همان تسبیح است تسبیح و تنزیه وجود خود از کل جهان و تنزیه و تسبیح خداوند از صفاتش و روی کرد به ذاتش یعنی روی کرد به خود خود او و نه صفات و خواص او و این یعنی دعوتی خالص و عاشقانه پس او دعوت کسی را میپذیرد که عاشق او باشد و نه محتاج رزق و رحمت و قدرت و کرامتش و خداوند به خانه وجود هر کسی که وارد شود خود او را شهید می کند. البته به دست و اراده و خواهش خود او و این مقام شهادت بسیار اساسی تر از کشته شدن برای اوست و این مقام شهادت خود خدا نیز هست که هو شهید این شرح و بیان معرفتی واقعی توحید در انسان است مبهد شدن یگانه شدن خود با خدا کل زندگی من از آغاز تا کنون چیزی جز سیر این واقعه نبوده است ام للانسان الا ما تمنا آیا انسان چیزی جز تمنای خیشتن است؟ هر که خدا خواست خودش خدا شد در خداشناسی و خودشناسی هرگز کسی تا این حد از بیان نرسیده است الا علی علیه السلام که آن هم مورد انکار اکثر علمای شیعی است زیرا آن را کفر و الهاد می دانند. چگونه انسان از جهان و جهانیان توهی و منزه و آماده پذیرایی از خداوند می شود. کل زندگی من پاسخی به این سوال بوده است. و اما چگونه انسان طالب و مشتاق خداوند می شود؟ زیرا فقط با انگیزه چنین طلب و اشتیاقی قادر به پاکسازی وجود خود می گردد. خداوند خودش می گوید که هر که مرا بشناسد عاشق بر من می شود. شناخت خدا در جریان زندگی خیشتن و نه در آسمان زیرا خدای آسمان را کسی نیست که منکر باشد بشر از آغاز تاریخ چون این خدایی را با اسامی متفاوتی می شناخته است حتی در دوران بودپرستی هایش به خدای واحد قائل بوده است همانطور که الله را اعراب جاهلیت هم می شناخته است منتها با پرستش چیزهای دیگر و به واسطی مخلوقات امروز هم به مراتب این شرکا بیشتر و شدیدتر است امروز بوت علم و تکنولوژی و هنرها هزاران بار پرستیدنی تر از لات و منات و ازاست که به پایش میلیون میلیون آدم قربانی میشود تلویزیون، کامپیوتر، اتومبیل، ماهواره، بمب اتم، اینها بیشتر پرستیده می شبند. یا بوتهای گلی اصر کوهن. آن بوتها اساساً مسلحتی و سیاسی و تجاری بودند ولی این بوتها با دل و مغز و جان پرستیده می شوند. بنابراین بت شکنی و شرک زدایی از وجود خیش امروز بایستی از طریق برون افکنی و زدودن دل و ذهن و تن از این های مدرن باشد که مجموعه آثارم که باستا به زندگیم هستند چیزی جز شکستن این بودها نیستند. بودهایی به نام علم، تکنولوژی، مدرنیزم، پیشرفت، آزادی، دموکراسی، برابری، هنر و صدها بوت کوچک که فرزندان این بوتهای اعظم محسوب می شوند. سینما، اتومبیل، صنعت، تلفن، کامپیوتر، دانشگاه و فنون و علومی همچون روانشناسی، اقتصاد، فلسفه، شعر و مفاهیمی همچون عشق، رشد، خوشبختی، و لذا همه آثارم محصول خودشناسی و خداشناسی هستند و این است که بسیاری سوال می کنند که مراجع و منابع تحقیق شما چیستند و من می گویم خودم و زندگیم 25. شناخت محبت به عنوان اساس شناخت خدا به تجربه درک می کنیم آنان که قدر محبت را کمتر میدانند خدا را کمتر هم میشناسند و به احکام او اعتنای کمتری دارند و آنان که حتی محبت دیگران به خود را به حساب محبت و ایثار و عظمت خود میگذارند کافرانند یعنی وظیف نشناس و طلبکار عالم و آدمند و نیز طلبکار خدا یادم میآید زنی که به راستی اصفه بدبختی و حقارت و شکنجه در خاندان خود بود آنگاه که بیدارش کردم و نجاتش دادم و او را به عزت و سلامت و افتخار رسانیدم روزی به من گفت خدا برای چه منظوری مرا خلق کرده است؟ چرا از من درباره خلقت من سوال نکرده است؟ آیا این ستم نیست؟ این زن به زودی بنای خیانت گذاشت و اندکی بعد دوباره به سرنوشت قدیم خود بازگشت ولی من از همان کودکی با اینکه در شرایط بسیار شاقه با فقر و بیکسی و استثمار فامیل و دستیسه های آنها زندگی کردم و لحظه ای احساس ایمنی نداشتم احساس می کردم که خداوند چه لطف و محبت بزرگی به من نموده که مرا خلق کرده است و من اینک هستم و زندگی می کنم. برای من بودن محض به خودی خود داله بر حضور خدا بود و محبت بی پایان او در حق من. من برای خلقت خودم هیچ دلیل و معنایی جز محبت و ایثار و لطف خداوند درک نمی کردم. وقتی لقم نان خشک و کپک زده ای را گاز می زدم و مدتی در دهانم نگه می داشتم تا نرم شود طعم حضور خدا را در زیر زبانم احساس می کردم. وقتی در زیر کرسی نچندان گرم در سرمای مرگبار زمستان مشغول تماشای برف می شدم و کوهها را در مقابل خانمان می نگریستم همه اینها را محبت پربردگار می یافتم. و هنگامی که به واسطه یه دسیسه بقایت ناجوان مردانه و رزیلانی که فامیل مادرم به زندان افتاد و من که بچه ای ده ساله بودم تک و تنها ماندم زره ای دوچار کینه و زجر نشدم و این واقع را هم از محبت خدا می دیدم و به حال شقاوت و حماقت اطرافیان خنده میگرفت. درست به همین دلیل هرگز نوه و مرسیه و سینزنی مراسم محرم را درک نکرده و در آن مشارکت نکردم زیرا کل آن واقع را کمال لطف و محبت خدا در باری حسین علیه سلام و خاندانش می دانم ولیزا مراسم سوگ باری مردم را اساسا سوگ آنها در باری سرنوشت شوم خودشان دیده و بخل آنها نسبت به این واقعه الهی. به همین دلیل من هرگز ادابت و خصومتی نسبت به کسی نداشته و دشمنی دیگران نسبت به خودم را هم چیزی جز جنگ آنها نسبت به محبت من درباره خودشان ندیدم. زیرا در واقع خود را لایق محبت ندانستند و به راستی هم که نبودند و لذا به پای خود به حریم شقابت رفتند تا مورد آزار و لعن و عذاب قرار گیرند. فقط کسی مستحق محبت است که محبت خدا را در وجود خود درک کند و به خدا محبت داشته باشد. کسی که ادعا دارد که دیگری را دوست می دارد اگر راست بگوید خدا را بیشتر دوست می دارد. این کلام خدا را در تمام عمرم شاهد بودم و کتابی هم بر همین اساس نوشتم هم به نام راز مگوی عشق. آنکه عشق و محبت را به رخ دیگران میکشد اصلا محبتی ندارد در نظر و احساس من کل کائنات و هر آنچه که رخ میدهد چیزی جز محبت خداوند نیست آنچه که به صورت زجر و عذاب درک می شود، محبت برتری است نسبت به کسانی که محبت رحمانی او را درک نکردند آدمی خلق شده تا محبت را درک کند محبت همان حضور خداست کسی که محبت را درک نکند اصلا هیچ درک و فهمی ندارد زیرا عالم هستی و تمام پدیده هایش معلول عشق و ایثار خداوند نسبت به انسان است پس هستی نور محبت است و وقوع عشق خدا پس انسان محبت نفهم هستی نفهم است یعنی هیچ چیزی را نمیفهمد. چون این انسانی هستی خودش را هم در نمییابد ولی بی وجود است، کسی که بی محبت است. معرفت همان دریافت نور محبت است که از عالم وجود بر تابد. محبت ناپذیری همان وجود ناپذیری است. ولذا چون این آدم مستمرن در قهطی وجود و احساس نابودی به سر میبرند و هیچ چیزی به آنان لحظه ای آرام و قرار نمی دهد و چون آتشی همه را می سوزانند. برای چون این کسانی در جایی آرام گرفتن و هیچ کاری نکردن ناممکنترین کار هاست. این نوع آدم ها محبت را توطعه میپندارند و این است که عالم هستی در چشم آنان یک توطعه عظیم و بیپایان است. خداوند انواعی از این نوع مردان و زنان را به نزد من آورد تا محبتش را در حق آنان تمام کنم و جملگی با انواع تهمتهایی که انواع توطعه ها محسوب میشدند رفتند. و به اشد شقابت و ستم دچار شدند و به بدترین توتعه ها مبتلا شدند و آنگاه ایمان آوردند. زیرا کسی که نمیخواهد حق محبت را که همان اطاعت است ادا کند آن را انکار می کند و توطعه می نامد. یکی از سال های مکرر از من این است. چرا آدم های رابطه شما در مرحله نخست به ناگاه از قایت حقارت و بدبختی به اوج عزت و رحمت و عظمت میرسند و سپس به ناگاه ساقط شده و به بدبختی هزار بار بدتر از دوران قدیم خود باز میگردند. به گمانم پاسخ این سوال را داده باشم و خیر این واقعه آن است که بالاخره محبت را درک و تصدیق می کنند و, و به وجود خداوند گواهی می دهند. رسالت من آیت محبت در حق شقی ترین آدم ها بوده است یعنی کافرترین آدم ها را با نور محبت بمباران کردم تا دلشان بالاخره ایمان آورد در آن رویای صادقانه دوران کودکی که در میهمانی افتاری به خانه خدا دعوت شده بودیم من مسئله اختیار و انتخاب و پذیرش مسئولیت این دعوت را درک می کنم. در آن میهمانی که همه اعضای خانواده هم حضور داشتند که من کوچکترین آنها بودم هیچ کس شهامت برداشتن آن شربت را از دست خدا نداشت زیرا پذیرش دعوت خدا و شربت نوشیدن از دست او مسئولیت دارد و آدم باید متقابلا خدا را در خانه خودش دعوت کند و محبت او را جبران نماید و من بعد از نوشیدن آن شربت زهراگین در تمام عمرم در صدد جبران محبت او بودم تا او را به خانه وجودم دعوت کنم و از او پذیرایی کنم این یک انتخابی بود که من در آن رویا انجام دادم بنابراین رویای مسکور قابل تفسیر به جبری بودن دین و ایمان و معرفت نیست زیرا همه بودند و فقط من آن شربت را برداشتم و نوشیدم و بیدار شدم و در تمام عمرم به ندای او لبیک گفتم که مرا دعوت کنید تا اجابت کنم به راستی چه کسی میتواند خدا را به خانه خود دعوت کند به خصوص کسی که هرگز خانه ای هم ندارد بایستی خدا را به خانه وجود خودش دعوت کند و از او در دل و تن و جان خود پذیرایی نماید و این درد و بیماری مادام العمری که میکشم حاصل این دعوت و پذیرایی است زیرا یک عمر به طول می انجامد تا آدم یاد بگیرد که اولا چگونه خدا را دعوت کند و سپس چگونه از او پذیرایی نماید این درد و بیماری حاصل نابلدی و بیادبی و نادانی و ناتوانی من در پذیرایی از این میهمان است زیرا ناپاکی ها و ناخالصی ها و شرک ها داشتم که این بیماری مشغول پاکسازی خانه وجود من در جهت ادای حق این میهمانی است من عمری در محبت به بندگان کافر و ناسپاس او خانه وجودم را به انواع امراض و ناپاکی ها آلوده بودم که اینک بایستی پس از رفتن همه آنها تا مدتها خانی دلم را از آن امراض و عوارز پاک کنم. هرچند که با رفتن همه آنها بخش اصلی آن امراض هم رفتند و اینک رد پای آن باقی است که باید پاک شود. فقط به واسطه ادای محبت الهی است به دربهای ما برای طبیعت از طبیعت گشوده می شود و منابع محبت حق آشکار می شود. زیرا محبت همان نور طبیعت است چون به طبیعت خدا باز تابانیده شود در پایش گشوده می شود. در پایش در واقع گشوده است که با این نور دیده می شود و آدمی امکان برود به آن جهان را می یابد. متافیزیک و ما برای طبیعت هیچ علم و فوت و فنی نیست که بشر مدرن به وسوسه آن دوچار این همه فتنه و فساد و جنون شده است علم محبت است که جهان ماورا را به عرصه شهود می آورد روزی یکی از مسئولین وزارت بهداشت و درمان از من پرسید شما این علم درمانگری را در کدام دانشگاه آمریکا تحصیل کرده ای؟ گفتم هیچ دانشگاهی. پوزخندی زد و گفت پس اعتباری ندارد جالب این که این جناب خود را اهل عرفان و حکمت هم میدانست و من حیران بودم که او از عرفان و حکمت چه فهمیده است این جناب که امکان درمان رایگان مردم را از من گرفت بعدها به ده ها دکان شیادی موسوم به انرژی درمانی جواز کار داد که فتنه ها کردند و چه ها از عقل و جیب و جان و ایمان مردم کرده اند و می کنند. زیرا اینها از آمریکا جواز داشتند به راستی که مرگ بر آمریکا و نه به شوخی ولی قبل از مرگ بر آمریکا باید گفت مرگ بر جهل و نفاق هرچند که باید گفت مرگ بر شقاوت چرا که تمام کفر و جهل و نفاق بشر از بی محبتی اوست و محبت نشناسی و تکبر و انکارش در قبال محبت سالها میپنداشتم که تمدن بشری و فناوری و فرهنگ شهر نشینی و صنعتی است که ریشه محبت را برانداخته است ولی به تدریج حقیقت تلختری را کشف کردم و آن اینکه ریشه این شقاوت در روستاها و مردمانی است که در آغوش طبیعت یعنی قلمرو محبت اوریان خدا زندگی می کنند. و درست به همین دلیل در روستاها دچار عذاب شده و به دوزخ صنعت و شقابت زندگی شهری مبتلا می شوند. اینها همانها هستند. درست به همین دلیل هیچ روستایی از زیستن در آغوش طبیعت لذت نمی برد و بر محبت الهی کافر است و رضا به سوی شهرها تبعید می شود که جهان شقابت اوریان است و جز پود هیچ حق و ارزشی وجود ندارد. به همین دلیل بهشت موعود هم چیزی جز طبیعت بکر نیست که فقط اهل محبت توان زیستن در آنجا را دارند و آن را درک می کنند. طبیعت سیمای محبت پروردگار است نسبت به آدمیان. طبیعت گریزی و صنعت پرستی بشر معلول محبت ستیزی اوست. من از منظر محبت و شناخت آن در انسان و جهان بود که دین خدا و حق رسولان و امامان و معارف و اسرار قرآنی و بهشت و دوزخ و همه مفاهیم ارفانی را کشف کردم صنعت پرستی یک ابتلا و جبر است انتخاب نیست همچون عذاب و دوزخ طبیعت و طبیعت زیستی یک انتخاب است و آن انتخاب دین و حقیقت و معرفت و محبت است ولی نه طبیعت و روستای مادرزادی بلکه انتخابی بعد از تجربه و درک صنعت و مدنیت صنعتی صنعت سیمای شقابت است در به دوزخ است که طبقه هفتمش از نفت و اتم باز می شود بوی نفت بوی دوزخ است بوی شقابت نفس بشر است و لذا همه اشقیا پرستندگان کالاهای صنعتی هستند در حالی که به واسطه آن می میکنند و از آن رهایی ندارند به همین دلیل اکثر افراد شقی و کافری که به من رجوع می کرده اند را برای مدتی از شهرها به روستاها بردم تا طعم محبت را به آنان بچشانم و آنان را با عزت و لذت دین خدا آشنا کنم و آنگاه آنها را مخیر نمودم تا بین بهشت و دوزخ و کفر و ایمان و شقاوت و محبت انتخاب کنند من خداوند را در طبیعت بکر کش کردم و خداوند از این جایگاه مرا امر نمود تا به شهرها و به نزد دوزخیان بروم و شقی ترین قلوب را خدمت کنم تا شاید خداوند را بشناسند و دوستش بدارند و بدین گونه بهشت را برای محبت او ترک نمودم و راهی اعماق دوزخ شدم و خداوند مرا به واسطه ماه شهر به شهر و خانه به خانه کشانید. و در این بازگشت از بهشت طبیعت به دوزخ شهرها بود که بیماریم آغاز شد. بیست و شش، کودکی و خدا زادگاه انسان و مخصوصاً آن محله و خانه ای که در آن به دنیا آمده و ایام و سالهای نخستین کودکیش را گذرانیده دقیقا خاک درب خانه خدا و عالم غیب و ملکوت است عشق هر کسی به دوران کودکیش از منشه این معناست و لذا تفکر و تأمل و استقراق و ذکر درباره این دوره از زندگی حامل دستاوردهای غیبی و حالات اخروی و مکاشفات روحانی است زادگاه هر کسی مثل آستانی بهشت از دست رفته است و لحظه و محل خروج انسان از جنت ازلی می باشد. از این درب می توان با دلی پاک یک بار دیگر به آن بهشت که حضور خداست رجعت نمود و از راه آمده بازگشت. این همان واقعه ذکر است ذکری که این واقعیت می آید و در این یادآوری چه بسا جمال پروردگار به یاد دل می آید این همان راز سخن رسول است که حب وطن از ایمان است پیش به سوی خدا از درب مرگ در صورت ظاهر به لحاظ باطنی رجعت به سوی ازلیت است که از درب تولد گشوده می شود پیشرفت بیرونی در زمان اگر با رجعت باطنی تو نباشد موجب انحطاط و سقوط است. بدین گونه تعادل وجود در قلم رو به زمان رخ می دهد. هر کودکی طبیعت محیط زیست خود را تماما روحانی و الهی و جادویی مییابد و من این رابطه را حفظ کردم و در زندگیم استمرار و تعالی بخشیدم تا توانستم نشانه های بزرگتری را در طبیعت مشاهده کنم. این امر فقط به قوه ذکر ممکن می شود یعنی یادآوری مستمر گذشته و تفکر و تعمل در اعماق آن. در هر یادی حقیقتی دیگر کشف می شود و بدین گونه آدمی می تواند کل زندگی گذشتش را بارها و بارها از نو و با معرفت و احساس برتری تجربه کند و بدین گونه عمر خود را از محدودیت برهاند و توسعه و طول و عرض و عمق بیشتری بخشد و بسیاری امور را هم جبران کند. این همان آرمانی است که همه آدمها بعد از مرگشان دارند که ای کاش یک بار دیگر به زندگی بازگردند و جبران کنند آدمی در هر مرور و تأمل و استقراقی در گذشتش یک بار دیگر همان زندگی را میزید به گونه دیگر زندگی آدمی هزار بطن دارد و در هر بطنی معنای دیگر از زندگی رخ می نماید و در این رجوع مکرر خداوند است که بارها و با بارها درک می شود و حضورش در لحظه به لحظه به یاد می آید و حتی دیدار می شود. و من در این روش همباره مشغول بازیافت و احیا و تکثیر و توسعه و جبران گذشته خود بودم و این خلقت جدید انسان به دست خیشتن است. این گونه دل و جان و روح انسان در مسیر گذشته زمان هرگز پیر و فرسوده و حلاک نمی شود. اگر در یادآوری حتی سطحی تلخترین در این خاطرات هم یک شیرینی و شعف و تسکیه روحانی حاصل می آید بدان معناست که در یادها خداست که حضورش را به جان آدمی القا می کند. آدمی در هر یادی از گذشتش آن را پالایش و لای روبی و خاک زدایی و سیقل می کند تا آنگاه که در آینه جان جمال جانان رخ می نماید. و این کشف جاودانگی از بطن مرگ و پیری و نسیان و حسرت است به راستی که عمر یار است که بر ما به جفا می گذرد این جفا پیشه ما بهر وفا می ظهور و حضور انسان در عالم خاک یعنی عمر خاکی آدمی بزرگترین واقعه در کل تاریخ هستی است و تاریخ هستی در این تاریخ کوتاه حضور آدم در خاک است که معنا و هدف یافته است و این همان ظهور خداوند از خاک است و هر که خدا را در خاک خود نیابد حق کائنات را ادا نکرده و به راستی ضرری جبران ناپذیر نموده است زمان حضور خداوند در خاک انسان است و فقط انسان موجودی صاحب ادراک زمان است و عمر انسان مهلت درک این حضور است و جز این هیچ معنا و مقصدی ندارد فرزا کسی که خدا را در حیات و هستی خود در نیافته است در حقیقت اصلا حیات و هستی نداشته است و کمال این دریافت همانا معرفی حضور و ظهور خداوند از موجودیت خیشتن است که به مسابه وجود خود را ظرف ظهور او نمودن است و این جز با ذکر گذشته خود ممکن نیست تا آنگاه که انسان در اکنونیت خود او را بیابد و این درک حضور اوست در حالی که در یادآوری گذشته آدمی فقط عبورش را مییابد هر که او را در خود حاضر بیابد دیگر از او قایب نمی شود.